جانم سلام احوال شما بله چه نوع تغییراتی یه مقدار فرص زمانی داریم ممکنه نرسیم این کار رو انجام بدیم حالا شما بفرمایید خانم جوادی جان یه زحمت میکشی فایل دایان فارمد رو باز بکنی یه سری تغییرات داره من بیام بگم یکی از بدیهای کار ما اینه که خیلی از مسائل دقیقه 90 به وجود میاد یعنی ما تاییدیه طرح رو گرفتیم همه کارا رو انجام دادیم بعد مشارکت کننده تماس میگیره مثلا میگه ما یه وی آی پی اضافه میخوام یا یه دونه لایت باکس میخوایم اضافه کنیم یا یه سری سایزا رو تغییر میده این توی فرص زمانی برای ما مسئله ایجاد میکنه و یعنی اگر در حالت عادیش باشه مسئله ای نیست خب معلومه که اینا چاپ مجدد باید چاپ بکنیم دیگه فردا 6 بعد از اون باید تحویل بدیم فکر میکنم اگه ساعت 4 دستمون باشه خوبه که نصبش کنیم خب الان سایزشون چه سایزی باید بشه آقای براتی یه سوال داشتم این سایز کانترشو شما چقدر گرفتین چون شیشه هاش موجوده 1.20 من و شیما تقریبا میشه گفتش که توی یه فضا با هم دیگه فعالیت میکنیم کار غرفه سازی نمایشگاهی رو شیما جان انجام میده ما هم کار تبلیغات خب طرحش هم که خودشون ندارن ما باید نه اوکی میگم شب بچه ها بایستم بزنن تاییدش رو بگیر بعد میگیم برشون چون خوش مشکل نداره وقتی یه مجموعه میخواد توی نمایشگاه شرکت کنه سه کار تبلیغات داره وقتی که میخواد مثلا خودشو برند بکنه یا مطرح بکنه دوست داره که توی نمایشگاه شناخته بشه اینی که یه جورایی خیلی نزدیک عمل کردمون به هم دیگه و یه جوری همدیگر پوشش میدیم آقا ادبی این غرفه 38 متریه که بهت گفته بودم موکت سبز رنگ میخواد پرز بلند این موکت شده سرمه‌ای من شیما خیالی هستم متولد تهران سال 1366 اردیبهشت ماه مدرک تحصیلی مهندسی شهرسازی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوینه پودریه میریزه تو آب حلالش آره. آبه واسه همین چون آب سنگینی میریزه پایین آره. الکل مشکلی داره آره اون همیشه این مشکل رو ایجاد میکنه که لک میشه من کلا کارهای هیجان انگیز دوست دارم و این کار خیلی هیجان انگیزه یه مسئله یه مشکلی توی زمان فرصی به وجود بیاد و بخوای اونو حل بکنی یه احساس خوبی به آدم میده وقتی که از پسش بر بیاد خوبه خیلی نزدیکه دست درد نکنه مرسی این سردراست ویترینا کفه های کانتر نور مخفیش هم که سفیده شیما توی کارش بسیار دقیق منظم و پرفکته این باعث میشه که من با توجه به کاره و عمل کردی که تا الان داشتم و با تیمای مختلفی که کار کردم همیشه با تیب خاطر کار مشتریمو میسپارم یعنی حتی نیاز نمیبینم که وسط کار برم ازش بپرسم که چیکار کردی من خیلی به صورت اتفاقی وارد این کار شدم یعنی اصلا پیش زمینه ای نداشتم حتی نمیدونستم غرفه سازی نمایشگاه چیه یه شرکتی رو دیدم توی روزنامه آگهی زده بود که برای معماری داخلی رفتم اونجا و نشستم و گفتم من میخوام اینجا آموزش ببینم بعد گفتن که ما منشی میخوایم گفتم من منشی میشم ولی ساعت 5 به بعد به من اجازه بدید که بشه طراحاتون بشینم آموزش ببینم موافقت کردم من تا 5 منشی بودم 5 به بعد پیش طراح میشستم بعد منو بردن تو قسمت فروش بعد منو بردن تو قسمت طراحی وقتی که طراحی یاد گرفتم بعد دیگه با کار غرفه سازی آشنا شدم از اون مجموعه جدا شدم و برای خودم اول یه اتاق از یه جایی رو اجاره کردم و شروع کردم به فعالیت دیگه درگیر اجرا شدم خب اول خیلی چیزا نمیدونستم از خیلی از دوستام کمک گرفتم از همکارام خیلی بازخورد خوبی نداشتم که بخوام فعالیت بکنم چون میگفتن این کار به درد خانوما نمیخوره برای آقایونه محیطش محیط آقایونه ولی رفتم داخلش و دیدم که اتفاقا خیلی محیط جالبیه حوصله آدم هم سر نمیره چهار تا چیز جدید آدم یاد میگیره از آدمهای مختلف اکیپهای متخصص تمام مراحل ساخت و ساز از ابتدا تا از صفر تا صدش رو
بعد حضور داشته باشیم و اینکه حالا نظارگر باشیم، ناظر باشیم، تمام کارا مرتب انجام بشه تا زمانی که غرفه کامل بخوایم تحویل مشتری بدیم. جاش مشخصه یا همینجوری که هست باید تغییر بدیم؟ نه، یه ذره تغییر بدیم. تقریبا این همون طرح رو براتون زدیم، جاش بخوام همونجا باشه. مدیری نیستن که اگر ما باهاشون صحبت کنیم کاری باهاشون داشته باشیم، اگه میگم مشکلی توی کار به وجود بیاد خیلی راحت یعنی آدم رو رها کنن، نه با هم هستیم و اینکه این خیلی همکاری خیلی خیلی لذت بخش خیلی خیلی. ما با همه قسمت ها درگیریم، با ستاد برگزاری، زمینی که باید 4 روز به ما تحویل بدن، اگر با نمایشگاه مشکل بر بخورن 2 روز تحویل میدن دیگه، کاری ندارن که شما 2000 متر کار داری یا 12 متر کار داری، برایشون فرق نمی کنه. بعد شب آخر همه کارفرما میان یه سری نظرات دارن که مسلما باید شنیده بشه و باید انجام بشه. چه میدونم مثلا این گل رو اینجا یکم اضافه تر کنید، این رنگ رو میخوام عوض بعد اگر یک نفر بخواد مسئول این قضایا باشه، بخاطر اینکه مسئولیتش خیلی سنگین میشه، یه مقدار حالت استرس بیش از حد میشه. کار ما اصلا کلن استرس داره، بخاطر اینکه ما همیشه دقیقه 90 همه مشتری ها هستیم، یعنی همه کاراشون رو میکنن، بعد که میرسن به ما همیشه کار شارت میشه. اینکه عادت داریم به این فضا و سعی میکنیم اون استرس رو از مشتری بگیریم، تا اونجا که برامون مقدور هست سعی میکنیم بدون استرس اون کارا رو انجام بدیم. فکر نمیکنم بیشتر از غرفه سازی دیگه کار هیجان انگیزی وجود داشته باشه، چون واقعا هیجان انگیز و استرس داره. مبلمانه میاد اینجا، یه ست اونجا، یه ست اونجا، اونم که میره توی انباری آبدارخونه، تو جک دارم که برای دوتا کانتلش. خب، بسیار خوب. الان این صندلی پس 2 ست و 4 تایی؟ 2 ست، یه دونه اونجا، یه دونه اینجا، مبله اینجاست. خب، میخواین حتما نزدیک به زمین چمن باشه؟ نه نه، CIPش فکر میکنم اینجا باید قرار بگیره، چون اونجا میخوان دارت بازی کنن، آره اصلا چیز نیست. باش. دست شما درد نکنم. موانع کاری که تا حالا باش روبرو شدم خب خیلی بوده. بعضی موقع بعضی از پروژه ها رو اشتباه محاسباتی میکردم، بعد عددهایی که در میومد، حالا نه از ضرر سنگینی نکردم که همیشه تو خاطرم بمونه، ولی بعضی موقع در واقع یر به یر میشد و خیلی سودی نمیموند. با یه سری مشارکت کننده ها برخورد داشتم که اصلا رفتارشون برام عجیب بود، چون ما کارمون خدماتیه، اونا به این دید نگاه میکنن که اگر مثلا شب آخر اومدن غرفه رو دیدن گفتن خانم اینو کلن بکوب، یه چیز دیگه من میخوام، من باید این کارو براشون انجام بدم، بچه هم باید انجام بدن. یه مقدار منطقشون با ما متفاوته. یه چیزی رو طراحی میکنیم که موقت قرار ساخته بشه و بعد تخریب میشه، بعضی موقع حس جالبیه ولی بعضی موقع اصلا حس خوبی نیست، چون یه غرفه بیشترین کاری که داره روز آخرشه که ریزکاری داره. مثلا چه میدونم اگه موکت اینجا لب به لب نشده، یه سری چیزای تزئینی، نورپردازی ها، رنگ، اون روز آخر خستگیه بیشتر از همیشه خودشو نشون میده و یه سری کارهایی که شما انجام دادی تو اون چیزی که میخوای به نظرت قشنگه رو به دست بیاری. که من تو کل 4 سالی که دارم فعالیت میکنم دوست داشتم که این طرح رو برای شرکتی اجرا بکنم. بالاخره یه شرکتی رو پیدا کردیم که از این طرح خیلی خوششون اومد، حالا یه سری ادیتاروش انجام دادیم، به بهترین نحو هم اجرا شد، خیلی غرفه قشنگی شد، متراژش هم تقریبا بالا بود. راستشو بخواید اون غرفه اصلا دوست نداشتم تخریب شه، یعنی اگه میتونستم چند تا چرخ بندازم زیر کفش جابجاش کنم حتما این کارو میکردم.